گیتا، ظاهرا قرار شده آمریکا و اسرائیل با هم طرح این کمک رسانی رو بریزن. درسته، همینطوره. بلینکن خب الان در اردن هست، با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرده که خب بعد از این توافقی که الان بین اسرائیل و آمریکا شد، به این منظور محمود عباس رو هم در جریان بگذاره. خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که همراه بلینکن هست میگه که تا زمانی که اسرائیل این پیشنهاد آمریکا را قبول نکرد، آمریکا اعلام نکرد اینکه جو بایدن قراره که تصمیم گرفته که به اسرائیل بره. به هر حال کمک ها از کشورهای مختلف خواهد بود و سازمان های بین المللی، و آمریکا اصرار داره که هر چه سریعتر این کار انجام بشه. ولی یک امایی در اون هست که وزیر خارجه آمریکا دیروز در تل‌آویو به اون اشاره کرد. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza. ما هم مانند اسرائیل نگرانیم که حماس کمک‌هایی را که وارد غزه می‌شود ضبط کند، از بین ببرد یا حتی نگذارد به دست مردمی که به آن نیاز دارند برسد. اگر حماس به هر ترتیبی نگذارد کمک‌های بشردوستانه به دست غیر نظامیان برسد، مثلا آن را ضبط کند، ما اولین کشوری خواهیم بود که این کار را محکوم کرده و نخواهیم گذاشت دوباره تکرار شود. یکی دیگه از مسائلی که اسرائیل و آمریکا رو اون کار خواهند کرد اینه که مناطقی داخل نوار غزه تعیین بکنن که اون فلسطینیایی که نمیخوان از اونجا خارج بشن بتونن اونجا اسکان داده بشن تا اینکه این درگیری تموم بشه. پیام؟ خب گیتا، الان آیا شرایط برای ارسال این کمک ها مناسب هست؟ نه، هنوز اسرائیل به شمال غزه داره حمله میکنه، حملاتی هست برای جمع‌آوری اطلاعات. اون وقت از اون طرف هم داره حملات جنوب رو به اون حملات هوایی میکنه، بنابراین امکان پذیر نیست. مرزها از اسرائیل به غزه در شمال بسته است. در جنوب هم مصر، اونجا هم که گذرگاه رفح هست، اونجا هم بسته هست. کامیون های کمک های مصر الان اونجا جمع شدن، صف کشیدن، اما به خاطر نگرانی از اینکه ممکنه تو اونها سلاح پنهان شده باشه، فعلا اجازه ورود داده نمیشه. یک سخنگوی بین المللی ارتش اسرائیل گفته که خب ممکنه که این شرایط در هر زمانی تغییر بکنه، ولی فعلا تمامی مرزها بسته هستش. به هر حال قرار هست که هر وقت هم باز بشه کمک ها وارد بشه، بره یک جای مشخصی که اونم از قبل تعیین شده در نوار غزه، و این کمک ها تحت نظارت وارد بشه و اونجا مستقر بشه. اون وقت در مقابلش کسانی که حالا چه فلسطینی چه غیر فلسطینی که پاسپورت خارجی دارن بتونن از اونجا خارج بشن. ضمناً دیوید سارفیلد نماینده ویژه آمریکا در امور بشردوستانه هم امروز در اسرائیل هست که در مورد این مسئله با مقامات اسرائیلی شروع بکنن با هم روش کار کردن. ضمناً دوشنبه شب در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل پیشنویسی قطعنامه‌ای رو که روسیه تهیه کرده بود برای برقراری آتش بس به کل رد کرد. در واقع از 15 کشور شورای امنیت فقط 5 کشور پیام به اون رأی مثبت داده بودن. ممنونم همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا.